الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم به همه برادران عزیز، خواهران عزیز که در این جمع نورانی حضور دارید. به حمد الله علماء محترم، فضلای گرامی، طلاب عزیز، اساتید و مدیران حوزه علمیه قم تشریف دارید همه در این جمع و جمع ممتاز و کم نظیر است. مناسبت هم مناسبت تبلیغ است، یعنی در واقع کار اصلی و جوهری من و شما. ایام هم ایام کاملا مناسبی است و ایام الهام بخشی است. دیروز روز مبارک مباهله بود، چند روز دیگر ایام محرم شروع خواهد شد، روز 27 آذر چند روز دیگر روز پیوند یا وحدت حوزه و دانشگاه است. همه این مناسبت ها برای ما که کمربسته تبلیغ دین و ابلاغ حقیقت به دلها و ذهنها هستیم، مناسبت های مهم و درس آموزی است. این مناسبت ها که عرض کردیم، روز مباهله، روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه: و انفسنا و انفسکم در او هست، و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه میآورد برای محاجهی که در اون باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشون دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. می آورد به میدان با این داعیه که می گوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می‌دارد، می‌آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می‌دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه.
در اون خطبه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله بفعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین زینب کبرا، اینا رو بر میداره میاد وسط میدان. خب یک بعد امروزی قضیه هم اون مناسبت سوم است که پیوند حوزه و دانشگاه هست. اینجا هم مسئله ساختن و رسوندن است، ارتباط مجموعه عظیم دانشجویی کشور با علمای دین، با جوانان شاغل در راه معرفت دینی و تبلیغ دینی، این اون چیزی است که مطلوب در این مناسبت است. یعنی این مناسبت برای اون هست، وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این، ولا مراد وحدت عینی و خارجی که نبود، که معنا ندارد. حوزه حوزه است، دانشگاه دانشگاه است. یعنی این پیوند حقیقی بین دو مجموعه اثرگذار و مهمی که تا اون روزی که این بیان از سوی امام عزیز بیان شد و ابراز شد، سیاست ها بر این بوده است که این دو را از هم دور نگه دارند و جدا نگه دارند. دانشگاه از اسلام دور بماند، حوزه از تحولات جهانی و پیشرفت های علمی فاصله بگیرد، اینا از هم دور بشند. یعنی این دو بال با هم تلاش نکنند، هماهنگ نباشند. برمیگرده به مسئله تبلیغ، اهمیت تبلیغ اینه. درس هم که میخونیم برای این است که بتوانیم پیام الهی را ابلاغ کنیم، برسانیم، حالا چه در زمینه معارف دینی، چه در زمینه احکام دینی، چه در زمینه اخلاق الهی. پس این مناسبت ها و این اصل مسئله تبلیغ ناظر است به عمل همراه با بصیرت و یقین. باید بصیرت باشد، یقین یعنی همون ایمان قلبی متعهدانه وجود داشته باشد، و در بر پایه این بصیرت و یقین حرکت انجام بگیرد. اگر بصیرت بود، یقین بود، اما کاری انجام نگرفت، این مطلوب نیست، تبلیغ نشده است. اگر تبلیغ شد، چیزی تبلیغ شد اما بدون بصیرت، بدون یقین، هر کدام از اینها کم باشد، یک پایه خراب است، مطلوب به دست نخواهد آمد. این یقین همون چیزی است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. یعنی اول کسی که به پیام اعتقاد و ایمان عمیق پیدا می کند خود پیام آور است. اگر این نبود، کار دنباله پیدا نخواهد کرد، نفوذ نخواهد کرد. ایمان خود، اون ایمان هم باید با بصیرت همراه باشد، همچنانی که حالا درباره بصیرت مطالبی گفته شده است و روشنه.
این میشه عمل صالح، یعنی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. این عمل صالح واقعا همینه، مصداق اتم عمل صالح همین تبلیغ است که انجام باید بگیره. پس در باب تبلیغ باید فکر کرد، باید کار کرد. این نکته ای رو که جناب آقای مقتدایی اخیراً در این بیانشون ذکر کردن من نشنیده بودم و برای من نکته مهمی است که گفتن مرکزی برای طراحی در باب تبلیغ دین تشکیل شده است. خب این همون چیزی است که من خواستم مطالبه کنم که این کار باید انجام بگیرد. ببینید امروز تبلیغ در دنیا خیلی نقش پیدا کرده است، همیشه همین جور بود، این ابزارها نبود، این ارتباطهای نزدیک نبود. ما یک امتیاز داریم، ما معممین، که تبلیغ رویاروی و چهره به چهره می کنیم. این یک کار بی نظیریست، هیچ چیزی جای این رو نمی گیرد. منبر رفتن، با مردم حرف زدن، این از سایر شیوه های تبلیغ از جهاتی کارسازتر است. اون جهات هنری و غیره اونا هم لازم است در جای خود، اما این یک تأثیری دارد، یک خلایی را این پر می کند که سایر دستگاه های و شیوه های تبلیغی این اثر رو ندارد. خب پس تبلیغ مهم است، امروز ابزار اساسی است، ما هم یکی از شیوه های مؤثر تبلیغ رو در اختیار داریم. میخواییم عرض بکنیم تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند، گفتمان ایجاد کند. گفتمان یعنی یک مفهومی، یک معرفتی همه گیر بشود در برهه از زمان، مثلا در یک جامعه، این میشه گفتمان این جامعه. این با کارهای جدا جدای برنامه ریزی نشده حاصل نخواهد شد، این احتیاج دارد به کار برنامه ریزی شده و فعال و مثل دمیدن پیوسته در یک وسیله فشاری که میتواند آب را یا مایه حیات را یا هوا را به نقاط مختلفی که مورد نظره برسانه. باید دائم با این دم دمید تا اینکه این اشتعال همیشه باقی بماند، هیچ متوقف نباید بشود. این احتیاج به برنامه ریزی دارد. این گفتمان سازی برای چیست؟ برای این است که اندیشه دینی، معرفت دینی در مخاطبان، در مردم رشد پیدا کند. اندیشه دینی که رشد پیدا کرد وقتی همراه با احساس مسئولیت باشد و تعهد باشد، عمل به وجود می آورد، همون چیزی می شود که پیغمبران دنبال او بودند. فرهنگ صحیح، معرفت صحیح، در مواردی بیدار باش، در مواردی هشدار، اینها کارکردهای تبلیغ است، آثار و نتایجی است که بر تبلیغ مترتب می شود. خب یک نمونه همین تبلیغات ماه محرم است که به مناسبت عزاداری محرم انجام میگیرد، بهترین فرصت است برای تبلیغ کردن. از این فرصت باید استفاده کرد برای همون مطلبی که عرض شد، شاخص ایجاد بشود، مایز، شاخص سازی، معالم الطریق. سر دوراهی اگر چنانچه تابلویی نباشد که نشون بدهد که راه فلانجا از کجاست، طرف راست است یا طرف چپ است، این سیر کننده و رونده اینجا به خطا خواهد افتاد.
اگر چند راهی باشه گمراه خواهد شد. شاخص باید معین کرد، انگشت اشاره رو بایستی واضح مقابل چشم همه قرار داد تا بتوانند گمراه نشند. در دنیایی که اساس کار دشمنان حقیقت بر فتنه سازی است، اساس کار طرفداران حقیقت بایست بر این باشد که بصیرت را، راهنمایی را هرچه می توانند برجسته تر کنند. این شاخص ها را، این مایز ها را، این معالم و طریق را بیشتر در مقابل چشم مردم قرار بدن، واضح‌تر، روشن‌تر، که مردم بفهمن، تشخیص بدن، گمراه نشن. در تبلیغ یک مطلب اینه، همطور که در این آیه‌ای که در سوره مبارکه احزاب است که تلاوت کردند، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. تبلیغ رسالات الله با این دو تا شرط عملی است، يخشونه این یک، ولا يخشون احدا الا الله. اولا خشیت الهی لازمه، برای خدا باشد، در راه خدا باشد، ملهم از تعلیم الهی باشد. اگر برخلاف الهام الهی و ملهمات از تعلیم الهی باشد، گمراهی است، ضلالت است. و مادا بعد الحق الا الضلال، فهمیدن حق با خشیت الهی حاصل میشه. این در این مرحله. بعد در مرحله بیان حق، ولا یخشون احدا الا الله. چرا؟ چون حق، حقیقت دشمن دارد، بیان حقیقت آسان نیست. دشمنان حقیقت دنیادارانند، قدرتمندانند، تواقیت عالمند. در طول تاریخ اینجور بوده است، تا آخر هم، تا زمانی که دولت حقه ولی از ارواح نافده ظهور بکنه همینجور خواهد بود. بیکار که نمیمانند این قدرتمندان، ایجاد اشکال میکنند، ضربه میزنند، از همه ابزارهاشون استفاده میکنند. پس باید لا یخشونه و لا یخشون احدا الا الله وجود داشته باشد. و الا اگر از غیر خدا ترسی وجود داشت، به انواع و اقسامه ترسم یک جور نیست، راه دیگه منصد خواهد شد. ترس یه وقت این است که انسان ترس از جانش داره، یه وقت ترس بر مال دارد، یه وقت ترس بر آبرو دارد، یه وقت ترس از حرف و گفت این و آن داره. اینا همه ترسه. این ترسا رو باید گذاشت کنار. بلا یخشون احدا الا الله. خب این زحمت زیادی دارد، این رنج را، این زحمت را. خیلی اوقات هم افراد نمی فهمن، مردم درک نمی کنن چه رنجی داره کشیده میشه. دنبالش می فرماید و کفا بالله حسیبا، حساب و کتاب رو بگذار به عهده خدا. اخلاص، اقدام همراه با یقین، همراه با شجاعت و شهامت و حساب و کتاب رو به عهده خدا گذاشتن، این می شود اون قواره کلی تبلیغ اسلامی. اینه، این را هم من در مورد تبلیغ در دوران محرم که حالا در پیش هست عرض بکنم. که بعضی حالا ممکنه بگن خب شما میخواهید نهضت امام حسین رو بیان بکنید، خیلی خوب برید بیان کنید.
دیگه روزخانی و گریه و زاری و اینها چیه؟ برید بشینید خب بیان کنید که حضرت این کار کردن، این کار کردن، هدفشون هم این بود. این خیلی فکر خطایی است، نگاه غلطی است. این عاطفه نسبت به اولیاء خدا، اولیاء دین، این پیوند عاطفی پشتوانه بسیار ارزشمند پیوند فکری و پیوند عملی است. بدون این پشتوانه خیلی سخت میشه در این راه حرکت کرد. این پیوند عاطفی خیلی مهمه. اینی که امام راحل رضوان الله علیه فرمودن عزاداری به سبک سنتی، این یک حرف از روی عادت نبود، حرف بسیار عمیقی است، ژرف نگرانه است. ببینید در قرآن نسبت به اولیاء الهی سه تعبیر وجود دارد. یک تعبیر، تعبیر ولایت است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بحث ولایت، این یک بحث. خب معلومه ولایت، پیوند، ارتباط، معرفت، اینا داخل در زیر مجموعه ولایت. یک بحث، بحث اطاعت است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر. خب این در عمل است، در میدان عمل باید اطاعت کرد، پیروی کرد. اما یک بحث سومی وجود دارد و او بحث مودت است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت چیه دیگه؟ خب ولایت اینها رو داشته باشید، اطاعت هم از اینها بکنید. مودت برای چیست؟ مودت برای اینه، همینه. این پشتوانه است، این مودت پشتوانه است. اگر این مودت نباشد، همون بلایی بر سر امت اسلامی خواهد آمد که در دورانهای اول بر سر یک عده آمد که همین مودت رو کنار گذاشتن، به تدریج اطاعت و ولایت هم کنار گذاشته شد. پس مودت خیلی مهمه. این مودت با این ارتباطات عاطفی حاصل می شود. ماجرای مصیبت‌های اینها رو گفتن یک جور ایجاد ارتباط عاطفی است، ماجرای مناقب اینها و فضائل اینها رو گفتن یک جور دیگر پیوند عاطفی است. بنابراین این عزاداری هایی که انجام می گیرد، این گریه و زاری که می شود، این تشریح حوادث عاشورا که می شود، اینا چیزایی لازمی است. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشنفکری مثلا بگن آه اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه. همین کارهایی که مردم میکنن، البته یه شکلای بدی وجود دارد که گفتیم، مثل قمه زدن، که خب گفتیم این ممنوعه، نباید این کار انجام بگیرد. این مایه دراز شدن زبان دشمنان بر علیه دوستان اهل بیت، اونا بحث دیگری است. اما همین عزاداری متعارفی که مردم میکنن، دستجات سینه زنی راه میاندازن، علم بلند میکنن، اظهار محبت میکنن، شعار مینویسن، میخوانن، گریه میکنن، اینا ارتباط عاطفی رو روز به روز بیشتر میکنه. اینا خیلی چیزای خوبی است. خب حالا این اهمیت تبلیغ، بنابراین در حوزه علمیه که مرکز هم از همه جهت قوم است، باید برای این ترتیب دادن و جریان سازی و هماهنگ کردن و سیاست گذاری برای تبلیغ حتما باید یک کار خوبی انجام بگیرد که حالا مژدشو دادن، انشالله که این کار دنبال بشه. ای بسا در یک برهه‌ای برخی از مسائل باید تبلیغ بشود که مثلا 5 سال 10 سال نیاز به اینه، ممکنه 5 سال بعد این موضوع، این مسئله اصلا مورد نیاز نباشد. باید طراحی کرد. ما اینو همیشه
سفارش میکنیم به مبلغین، به طلاب، به فضلا که نیاز سنجی کنید، بر طبق نیاز مخاطب و استفهام مخاطب حرف بزنید. اما این کار یک فرد نیست، افراد ممکنه در این شناخت و ارزیابی هم بعضا اشتباه بکنن. این کار یک جمع متمرکز و یک برنامه ریزی است که این باید انجام بگیره انشالله. خب، مهمترین برهه‌ای و زمان و مکانی که تبلیغ اونجا معنا میدهد اونجاییست که فتنه وجود داشته باشد. بیشترین زحمت در صدر اسلام در زمان پیغمبر زحمات مربوط به منافقین بود، بعد از پیغمبر در زمان امیرالمؤمنین زحماتی بود که از درگیری و چالش حکومت اسلامی با افرادی که مدعی اسلام بودند به وجود می آمد. بعد هم همینجور در دوران ائمه علیهم السلام هم همینجور دوران غبار آلودگی فضا. ولی اون وقتی که جنگ بدر هست کار دشوار نیست، اون وقتی که در میدانهای نبرد حاضر می شوند با دشمنانی که مشخص است این دشمن چی میگه، این دشوار نیست. اون وقتی مسئله مشکل است که امیرالمؤمنین در مقابل کسانی واقع می شود که اینها مدعی اسلامند و معتقد به اسلام هم هستند. اینجور نبود که معتقد به اسلام هم نباشند، از اسلام برگشته باشند، نه، معتقدن به اسلام، راه رو غلط میرند، هواهای نفسانی کار دستشون میدهد. این مشکل ترین وضع اینه که افراد رو به شبهه میاندازد، به طوری که اصحاب عبدالله بن مسعود میان خدمت حضرت میگن انا قد شککنا فی هذا القتال، چرا باید شک کنن؟ این شک خواص، قد شککنا فی هذا القتال، این شک خواص پایه حرکت صحیح جامعه اسلامی رو مثل موریانه میجوه. اینی که خواص در حقایق روشن تردید پیدا کنن و شک پیدا کنن، این اساس کارها رو مشکل میکنه. اشکال کار امیرالمومنین اینه، امروز هم همین است. امروز در سطح دنیا که نگاه کنید همین جوره، در سطح داخل جامعه خودمون که نگاه کنید همین جور است. تبیین لازم است. در سطح بین المللی امروز دشمنان از همه ابزارها دارن استفاده میکنن برای مشروب کردن اذهان عمومی آحاد بشر، ملت‌ها، خواصشون و عوامشون، تا هر جای دستشون برسه دارن تلاش میکنن برای این. ادعای قانونگرایی میکنن، ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای طرفداری از مظلوم میکنن. خب اینا حرفای قشنگی است، اینا حرفای جاذبه داری است، حقیقت خب چیز دیگری است. این رئیس جمهور آمریکا همین چند روز قبل از این میگه ما اون دولت‌هایی که قانون شکن هستند باید پاسخگو باشن، ما دنبال این هستیم که دولت‌های قانون شکن پاسخگو باشن. خب کی قانون شکنه؟ کدام دولت قانون شکنه؟ کدام دولت قانون شکن تر از دولت آمریکاست؟ دولت آمریکا با کدام قانون بر اساس یک دروغ عراق رو اشغال کرد و این همه خسارت و تلفات انسانی و مادی و معنوی بر ملت عراق وارد کرد؟ بر اساس یک شایعه دروغی که خودشون به وجود آورده بودن حمله کردن، عراق رو اشغال کردن. این همه ضایعه، صدها هزار مردم عراق در این چند سال کشته شدند، چند میلیون مردم عراق آواره شدند. در خبرها آمده بود چندی پیش
550 دانشمند عراقی به وسیله اسرائیلی ها ترور شدن، این چیز کمیه؟ جوخه های ترور بسیج شدن، رفتن دانشمندان عراقی رو یکی یکی پیدا کردن ترور کردن، این بر اثر اشغال آمریکاست. با کدام قانون شما وارد عراق شدید؟ با کدام قانون تا حالا موندید؟ با کدام قانون دارید با مردم عراق اینجور اهانت آمیز رفتار میکنید؟ با کدام قانون افغانستان را اشغال کردید؟ با کدام قانون بین المللی عقل پسند دارید نیروهاتون را در افغانستان افزایش میدید؟ چقدر اتفاق افتاد این حادثه که هواپیماهای آمریکایی کاروانهای عروسی رو در افغانستان به خاک و خون کشیدن؟ در طول این چند سال بارها و بارها اتفاق افتاد، ده ها نفر در هر حادثه ای کشته شدن، مردمی که در یه عروسی شرکت کرده بودن. ما افسر آمریکایی با وقاحت تمام میگه ما دنبال طالبان هستیم، هر جا طالبان رو پیدا کنیم میزنیم. به عروسی مردم چه کار دارید؟ به زندگی مردم چه کار دارید؟ همین چندی پیش در هرات یکی از این حوادث رو به وجود آوردن، بیش از 100 نفر کشته شدن که 50 تاشون کودکان بودن. مظهر بی قانونی شما هستید، قانون شکنترین دولت‌ها امروز دولت آمریکاست. حقیقت قضیه اینه، زبانی که به کار می‌برند اون چیزیست که گفتم که ما با قانون شکنی مخالفیم، دولت‌های قانون شکن باید پاسخگو باشن. ببینید این فتنه یعنی این. خب در قبال این چه چیزی میتواند این توطئه ها رو، این جریان گنداب فاسد رو از مجموعه افکار عمومی عالم جمع بکنه جز روشنگری؟ این ظلمات رو بشکنه، چی میتوانه بشکنه جز چراغ و مشعل بیان حقیقت؟ ببینید چقدر وظیفه سنگینه. در زمینه‌های مسائل دینی هم همین جوره. یکی از کارهایی که امروز دست‌های فتنه انگیز در دنیا به جد دنبالش هستن، اختلافات مذهبی در بین مسلمان‌هاست، به خصوص القاء اختلاف و ایجاد اختلاف. چون منطقه‌ای که مسلمان‌ها در او زندگی می‌کنن منطقه حساسی است، منطقه پرفایده است، منطقه راهبردی است، منطقه نفت است، به اینجا احتیاج دارن. اسلام هم مزاحم است، پس بایستی یک جوری مشکل اسلام را برای خودشون حل کنن. یکی از راه‌های خوبی که پیدا کردن ایجاد اختلاف بین مسلمان هاست. وسیله اختلاف هم مذهب، تعصبات مذهبی. چه چیزی میتوانه در مقابل این ایستادگی بکنه؟ بصیرت، روشنگری، تبلیغ صحیح، در دام دشمن نیفتادن. این عرصه بین المللی است، در عرصه داخلی هم همینجور. شما ملاحظه کنید یه عده‌ای قانون شکنی کردن، ایجاد اغتشاش کردن، مردم رو به ایستادگی در مقابل نظام تا اونجایی که می توانستن تشویق کردن. حالا تیغشون نبرید، اون کاری که می خواستن نشد، او بحث دیگری است، اونا تلاش خودشون رو کردن. زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردن، جرأت به اونها دادن. کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتند، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن. کاری کردن که دشمن مأیوس و نومید
جان بگیره، تشویق بشه، بیاد در مقابل چشم انبوه دانشجویانی که مطمئنن اینها علاقمند به امامند، علاقمند به انقلابند، عاشق کار برای کشور و میهنشون و جمهوری اسلامی هستن، در مقابل چشم اینها یک چنین اهانتی، یک چنین کار بزرگی انجام بدن. این اون قانون شکنیشون، اون اقتشاش جوییشون، تشویقشون به اقتشاش و کشوندن مردم به عرصه اقتشاشگری، اینم نتایجش، این خطاهایی که اتفاق میفتد، عمل خلاف انجام میگیرد، کار غلط انجام میگیرد، بعد برای اینکه این کار غلط، غلط بودنش پنهان بشود، اطراف او فلسفه درست میشود، فلسفه میبافن، استدلال برش درست میکنن. از ابتلاعات بزرگ انسانها اینه. هممون در معرض خطریم، باید مراقب باشیم. کار خطا رو میکنیم، بعد برای اینکه در مقابل وجدانمون، در مقابل سوال مردم، در مقابل چشم پرسشگران بتوانیم دفاع کنیم از کار خودمون، یک فلسفهی براش درست میکنیم، یک استدلالی براش میتراشیم. خب اینها ایجاد فتنه میکنه، یعنی فضا را فضای غبار آلود میکند. شعار طرفداری از قانون میدن، عمل صریحاً برخلاف قانون انجام میدن. شعار طرفداری از امام میدهند، بعد کاری میکنن که در عرصه طرفداران اونها یک چنین گناه بزرگی انجام بگیره، به امام اهانت بشه، به عکس امام اهانت بشه. کار کمی نیست، کار کوچکی نیست. دشمنان از این کار خیلی خوشحال شدن. فقط خوشحالی نیست، تحلیل هم میکنن، تحلیل میکنن، بر اساس اون تحلیل تصمیم میگیرند، بر اساس اون تصمیم عمل میکنن، تشویق میشن بر علیه مصالح ملی، علیه ملت ایران. اینجا اون چیزی که مشکل را ایجاد میکند، همون فریب، همون غبارآلودگی فضا، همون چیزی که در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست: ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من ذاک ضغط فیمزجان و حین اذن یشتبه الحق علی اولیائه. یک کلمه حق را با یک کلمه باطل مخلوط میکنن، حق بر اولیاء حق مشتبه میشود. اینجاست که روشنگری، شاخص معین کردن، مایز معین کردن معنا پیدا میکنه. اون کسی که برای انقلاب، برای امام، برای اسلام کار میکند، به مجردی که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده از که یک جهتگیری علیه این اصول به وجود بیاد، فوراً متنبه می شود. چرا متنبه نمی شن؟ وقتی شنفتند که از اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که اصلی ترین شعاره، وقتی دیدن از این اصلی ترین شعار اسلامش حذف می شود، باید به خود بیان، باید بفهمن که دارن راه رو غلط میرن، اشتباه میکنن، باید تبری کنن. وقتی میبینن در روز قدس که برای دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیست است، به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده میشود، باید متنبه بشن.
باید خودشون رو بکشن کنار، بگن نه نه ما این ما با این جریان نیستیم. وقتی میبینن سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت میکنن، رؤسای آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینایی که مظهر ظلمن، هم در زمان کنونی هم در دوره تاریخی 100 سال و 200 سال تا حالا، اینا دارن از اینا حمایت میکنن، باید بفهمن یک جای کارشون عیب دارد، باید متنبه بشن. وقتی میبینن همه آدمهای فاسد سلطنت طلب از اینا حمایت میکنه، توده‌ای از اینا حمایت میکنه، رقاص و مطرب فراری از کشور از اینا حمایت میکنه، وقتی این رو میبینن باید متنبه بشن، باید چشمشون باز بشه، باید بفهمن که کارشون یک عیبی دارد، بلافاصله برگردن بگن نه ما نمیخوایم حمایت شما رو. چرا رو درواسی میکنن؟ آیا میشود با بهانه عقلانیت این حقایق روشن رو ندیده گرفت که ما عقلانیت به خرج میدیم؟ این عقلانیته که دشمنان این ملت و دشمنان این کشور و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب شما را از خود بدانند و برای شما کف و سوت بزنند، شما هم تو خوشتون بیاد دلخوش کنید؟ این عقلانیته؟ این نقطه مقابل عقل است. عقل این است که به مجردی که دیدید برخلاف اون مبانی که شما ادعاش رو میکنید چیزی ظاهر شد، فورا خودتون رو بکشید کنار، بگید نه 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 ما نیستیم. به مجردی که دیدید به عکس امام اهانت شد، به جای اینکه اصل قضیه رو انکار کنید کار رو محکوم کنید، بالاتر از محکوم کردن کار حقیقت کار رو بفهمید، عمق کار رو بفهمید، بفهمید که دشمن چجوری دارد برنامه ریزی میکند، چی میخواهد، دنبال چیست دشمن، اینو باید بفهمند این آقایون. من تعجب میکنم کسانی که خب اسم و رسم خودشون رو از انقلاب دارن، بعضی از این آقایون یک سیلی برای انقلاب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت، خب به برکت انقلاب اسم و رسم پیدا کردن، همه چیزشون از انقلابه. خب میبینید که دشمنان انقلاب چطور براق شدن، آماده شدن، صف کشیدن، خوشحالن، میخندن، اینا رو که میبینید خب به خود بیایید متوجه بشید، شما خب برادران سابق ما هستید، کسانی هستید که بعضی از اینها به خاطر امام یک وقتی مورد اهانت هم قرار می گرفتن به خاطر طرفداری از امام، حالا ببینن که کسانی که به نام اینها شعار میدن، عکس اینها رو رو دستشون می گیرن، اسم اینها رو با تجلیل میارن، اینا درست نقطه مقابل علیه امام و علیه انقلاب و علیه اسلام و روزخوری علنی روز قدس در ماه رمضان و اینا رو می بینید. خب بکشید کنار، انتخابات تمام شد، انتخابات تمام شد، یه انتخاباتی بود قانونی هم بود، درست هم بود، اشکالی هم نتوانستن بر انتخابات بگیرن و ثابت کنن، حالا هی ادعا کردن، خب فرصت هم داده شد، گفتیم بیایید نشان بدید ثابت کنید، نتونستن، نیومدن، تمام شد. پابندی به قانون اقتضا میکند که انسان ولو این رئیس جمهوری را که انتخاب شده است قبول هم نداشته باشد. وقتی قانون را انسان
برای قانون وقتی احترام قائل بود بایستی در مقابل قانون انسان خضوع کنه. خب معلوم است هیچ کسی که نمیتوانه بگه این کسی که انتخاب شده 100% حسن محض است، اون طرفی که انتخاب نشده است 100% قبح محض است. نه، همه حسنی دارن قبحی دارن، این طرف هم حسنی داره قبحی داره، اون طرف هم حسنی داره قبحی داره. قانون ملاک است، معیار است. چرا اینجور میشه؟ چرا این هوایی نست؟ ما این مال امروز هم نیست ها. شما کسانی که حالا از اوائل انقلاب یادشون هست میدونن بعضی بودن از یاران امام، از نزدیکان امام، در دهه اول انقلاب در حال حیات امام کارشون به مقابله با امام کشید، کارشون به معارضه با امام کشید، ایستادن پای این که امام رو به زانو در بیارن، ایستادن پای این اثبات کنن خطای حرکت امام رضوان الله تعالی علیه را، اون مرد بزرگ را، اون مرد الهی را، و زاویه پیدا کردن. خب انقلاب اینها رو مطرود کرد، تردشون کرد. از اول انقلاب داشتیم و از این قبیل افراد، کسانی بودن که از نزدیکان امام بودن، یاران امام بودن، کارشون کشید به یا پناه بردن به دشمن، یا مواجه شدن با انقلاب، یا ضربه زدن به انقلاب. اینا باید عبرت باشد برای همه ما، عبرت باید باشد، باید بفهمیم. من هیچ اعتقادی ندارم به دفع، من گفتم در نماز جمعه اعتقاد من به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است، اما بعضی که انو خودشون اصرار دارن بر این که از نظام فاصله بگیرن، یک اختلاف درون خانوادگی را، درون نظام را که یک مبارزات انتخاباتی بود تبدیل کردن به مبارزه با نظام. یه عده، البته اینا اقلیتن، کوچکن در مقابل عظمت ملت ایران، صفرند، لکن به نام اینها شعار میدن، اینا هم دل خوش میکنن به این. این باید مایه عبرت باشد. تبلیغ باید بتواند این حقایق را برای مردم و برای خود اونها روشن بکنه که بفهمن دارن خطا میکنن و اشتباه میکنن. البته این نظام، نظام الهی است، این نظام نظامی است که خدای متعال لطف خود و حمایت خود را از این نظام نشان داده است به مرات و کرات. تجربه های ما از اول انقلاب همش همین رو نشان میده. ما اگر با خدا باشیم، خدا با ماست. مطمئنن این کسانی که امروز در سطح بین المللی، این جهانخاران که با این منطقه های مغلوط که اشاره کردم، با این منطقه های مخدوش میخواهند دنیا را اداره بکنند و بر دنیا سیطره پیدا بکنند، مطمئنن به وسیله این ملت و به وسیله ملت های مستقل به حول و قوه الهی تو دهنی خواهند خورد. اینا نه اسلام رو شناختند، نه این ملت رو شناختند، نه این انقلاب رو شناختند، نه امام راحل عظیم و شأن ما رو شناختند، نمیدونن با کی طرف شدن. این ملت رو هم نشناختند. این ملت ملت مقاومی است. جوانهای ما جوانهای هستند که به معنای حقیقی کلمه از عمق جانشون
تلاش میکنن برای سعادت، سعادتی که در اسلام هست. دانشجوهای ما هم همینجورن. دانشجوهای ما امروز جزو برترین دانشجوها هستن، نه فقط از لحاظ ذهن و علم، بلکه حتی از لحاظ صفا، معنویت، ایمان. دانشجوهای ما خیلی خوبن. تو همین قضایا هم بارها دیده شده دانشگاه بسیار آزمایش خوبی داد، در همین قضایا نشون داد که تو صحنه است، آگاه است، بیدار است. هرچه همین ارتباط حوزه و دانشگاه، این پیوند حوزه و دانشگاه بیشتر بشود، این معنویت، این روحیات خوب بیشتر خواهد شد. ما البته درخواستمون از مردم این است در این قضایای اهانت به امام راحل رضوان الله علیه، مردم ما عصبانی شدن، خشمگین شدن، حق هم دارن، اعلام براءت کردن، جا هم داشت، خوب هم بود، لکن آرامششون رو حفظ کنن. از دانشجوها هم ما همین درخواست رو داریم، آرامش رو حفظ کنید. این کسانی که در مقابل شما قرار دارن، اینها کسانی نیستن که ریشه ای داشته باشن، بتوانن بمانن، بتوانن در مقابل عظمت این ملت و عظمت این انقلاب بتوانن مقاومت کنن. نه، با آرامش، همه کار با آرامش. اگر یه وقتی لازم بشه خود مسئولین، خود قانون و حافظان قانون اونچه که وظیفه‌شون باشد انجام میدهند، البته شناسایی کنند. خود دانشجوها موظفند در محیط دانشگاه افرادی را که منشأ فسادن اینها رو بشناسن، آگاه کنن دیگران را. این خودش یک تبلیغ درست و صحیح است. آگاه کنن، بدانن ارتباطات اینها را، جهتگیری اینها را. لکن همه کار با آرامش باید انجام بگیرد. در سطح جامعه تشنج، اغتشاش، درگیری مصلحت نیست. این چیزیه که دشمن میخواهد. دشمن میخواهد جامعه آرام نباشه. امنیت مهم است. دشمنان امنیت مردم دوست دارن که مردم در ناامنی زندگی کنن، ناراحت بشن، کلافه بشن، عصبانی بشن. ما این رو نمیخواهیم. ما میخواهیم مردم زندگیشون زندگی آرامی باشد. دانشجو بتوانه درس بخونه، طلبه بتوانه درس بخونه، دانشمند بتوانه تحقیق خودش رو بکنه، صنعتگر، کشاورز، بازرگان بتوانن همه کارشون رو انجام بدن. محیط دانشگاه هم باید محیط امنی باشد. جوانهای مردم تو این مجموعه دانشگاه جمعن، مردم میخوان جوانهاشون در محیط امنی باشن. این کسانی که محیط دانشگاه رو ناامن میکنن با این اغتشاشگری، با مردم مواجهن، با مردم طرفن. البته دستگاه‌های قانونی هم وظایفی دارن، باید به این وظایف عمل کنن. بدانید جوانان عزیز، طلاب عزیز، فضلای جوان، بدانید که این آیه مبارکه فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این امروز مصداق تام و تمامی در زمان شما دارد و این رو شما خواهید دید. به فضل الهی خواهید دید که و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این بنای استوار که هندسه اون الهی است، بنای اون هم با دست یک مرد الهی است، بقا اون هم با اراده این ملت عظیم و با ایمان این ملت عظیم است. این بنا استوار خواهد ماند و انشالله این درخت روز به روز ریشه دارتر خواهد شد و خواهید دید که این مخالفان، این کسانی که با این بنا، با این حق و حقیقت مخالفت میکنن، این فیذهب جفاء، اینها در مقابل چشم شما انشالله نابود خواهند بود. امیدواریم خداوند متعال قلب مقدس ولی عصر رو نسبت به همه ما مهربان بفرماید و دعای اون حضرت رو شامل حال ما بفرماید.
و ارواح طیبه شهدا و روح امام بزرگوار را انشاءالله از ما راضی کند. و السلام علیکم و رحمت الله.